نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 9 صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از مسائل مربوط به مرگ و پس از آن در برزخ و قیامت فرمودند، اگرچه برخی از روایات اشاره به لیلة الدفن دارد، اما در برخی از روایات به لیلة الدفن اشاره نشده، بلکه گفته شده که بر میت سخت ترین زمانی که می‌گذرد شب اول مرگ اوست. حال این شب مرگ می‌تواند در منزل یا بیمارستان و یا هر جای دیگری باشد. معظم الله در ادامه فرمودند، چون در گذشته به ویژه در زمان معصومین علیهم السلام همانند روزگار کنونی که بنا به ملاحظاتی دفن به تأخیر می افتد، در آن زمان هر کسی از دنیا می رفت در همان روز دفن می شد، لذا شب اول قبر و شب مرگ با هم تفاوتی نداشتند. بنابراین چون در یک زمان بوده، به همین لحاظ به روایات لیلة الدفن مشهور شده و به همین دلیل نمازی که در چنین شبی خوانده می شود و یا صدقه‌ای که پرداخت می شود مربوط به شب اول مرگ است، چه میت دفن شده باشد و چه دفن نشده باشد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. مقدمه یعنی قبل موت، بعد موت. خود این ببینید اگه مراجعه کنید روایاتشو، نماز وحشت تو بعض روایاتش داره لیلة الدفن داره، صاحب عروه هم همینو فرموده، اما بعض روایاتش داره لا یمر علی المیت. تو روایت این نماز لا یمر مضمونش این علی المیت اصعب من اول لیلة موته، یعنی اگه عصر مرد اون شب ولو تو خونه است یا تو بیمارستانه این سخت ترین شبه. تو همون روایت داره براش نماز وحشت بخونید، تو همون روایت داره براش صدقه بدید. وقت اینم که داره لیلة الدفن همجور که تو حاشیه عروه ببینید بعضی حاشیه کردن که این لیلة الدفن از باب این بوده که متعارف بوده اون وقت، همون وقتی که شخص میمرده دفنش میکردن. حتی تو روایت داره اگه شب مرد نذارید تا فردا، همون شب دفنش کنید. متعارف نبوده که جنازه بمونه یکی دو روز بعد. تنها و تنها اینجور که تو ذهنمه جنازه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله موند و هاکذا امام حسین علیه السلام که با اون قصه های شهادت حضرت بود و حضرت جواد علیه السلام و اینا استثناء بوده، اگر نه متعارف این بوده. خود من یادم اون 70 سال قبل کربلا و نجف کسی امروز میمرد امشب دفن شده بود، اصلا شب میمرد شب تشیع میکردن دفن میکردن. وقت گفتن لیلة الدفن از باب متعارفه، نه اینکه مثل حالا اگه کسی روز جمعه مرد روز سه شنبه دفنش کردن نماز لیلة الدفن شب چهارشنبه بخونن. این تو البته صاحب عروه احتیاط کرده گفته هم اون شب بخونن هم شب دفن. خب احتیاط بد نیست، اما از اون روایتی که داره بر میت سخت ترین شب، شبیه که قبل اون شب مرده با خطو هم روایت داره برش نماز بخونید، یعنی لیلة الموت. از اینکه اینا استثناست، استثناست، اینا استثناء بوده، اینا متعارف بوده. میگم اون کسایی که هم سن منن یا بیشتر من یا کمتر من سن دارن، من یادم نجف و کربلا متعارف نبود که جنازه امروز بمیره فردا دفنش کنن،
امروز میمود همین امروز دفنش میکردن، همین ساعت موت اعلان میکردن فلان کس فوت شده، تشریع میکردن دفن میکردن. وقت اون که روایتی که داره لیلت و دفن حمل شده بر متعارف، نه اینکه مثلا حالا اگه چند روز بعد از موت دفن کردن نماز اون وقت بخونن.